الله الحمد لله الله سبحان الله الله حمد 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 لله الله, سبحان الله 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 حمدا لله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه دور شدم از این آن با خودم آشنا شدم دور شدم از این آن با خودم آشنا شدم آینه در عراق بود عاشق مصطفی شدم سرمه نمیبرم بچین، قند و شکر نمیخرم نقره و زر نخواستم صاحب کیمیا شدم بار شطور گذاشتم وقف تو هرچه داشتم دانه عشق کاشتم در قفست رها شدم ای که ملول میشوی از نفس فرشته ها ای که ملول میشوی از نفس فرشته ها باور من نمیشود هم نفس شما شدم سفره دل برای من باز کن آیه بخوان حرف بزن که محرمی زمزمه حرا شدم با درود و سلام و سلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و, و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت به تماشا این برنامه خیلی خوش آمدید سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی را برای دیدن انتخاب کردید قبل از همه تبریک ارز می کنم اعیاد ماه ربیع را خدمت همه شما خوبان و عزیزان مخصوصا سال روز پیوند آسمانی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و پیامبر از اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت همه شما خوبان و عزیزان با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری مهمان نگاه های ناب و نورانی شما خوبان هستیم و در خدمت عالم عامل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رمضانی جناب استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم بنده خدمت شما مجری محترم و بسم. همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین اعمال و تا آتر انایت ان انشاءالله انشاءالله سلامت باشین استاد خیلی ممنون از حضورتان و خوشحالم که افتخار تلموز رو در محضرتان دارم دارم. اجازه بتین قبل از اینکه وارد بحث نشانه های عقل و عاقل شویم از بیننده های عزیز و گرامی که همیشه با توجه جدی و عمیقشان بر ما انرژی و قوت قلب میفرستن تشکر بکنم بیننده عزیز و گرامی از کشور عزیز ما افغانستان با شماره مثبت 93 79 و چهار رقم آخرشان 40 90 در واتساب برنامه تماس داشتن و درخواست استخاره کردن و از برنامه های ما تشکری کردن که به درخواستشان هم کارشناسان محترم شبکه درخواستشان را اجرایی کردند و همچنین بیننده عزیز دیگر با شماره مثبت 93 78 چهار رقم آخر شماره شان 98 20 تماس داشتن و از برنامه های ما استقبال کردن و کلیپ را هم فرستادن که درخواست پخش داشتن در قسمت هم همکاران بخش تکنیک ما توجه خواد داشت و کلیپشان پخش خواهد شد ما از توجه تان جناب استاد در هفته گذشته که با بحث عقل نشانه های عقل و عاقل در خدمت شما بودیم عقل تعریف شد جایگاه عقل در زندگی انسانی و بشری بیان شد و همچنین انواع عقل بیان شد رسیدیم به علایم و نشانه هایی که برای یک انسان عاقل میتونیم حساب بکنیم در اینجا رسیده بودم ادامه بس در خدمتتان بله بسیار زیبا بس به قسمت حساس مطلب رساندیم به در همه آغاز بس آجزان از خداوند سبحان طلب میکنم که خداوند به لطف, به لطف و کرم خود و به حق همه خوبان درگاه خود عقل همه ما را کامل بسازه به خاطر اینکه بهترین نعمت هست نعمتی که خداوند به انسان ها داده نعمت عقل برترین لطف و نعمت الهیه <تصفح> وجود مقدس مصطفی نجافر علیه السلام فرمودم که اگر یک کسی زندگی, زندگی راحت قلب آرام و روان پاک دوست داره داشته باشه از خداوند با تزرع طلب کنه که خداوند عقل او را بیشتر بکنه, بیشتر بکنه، کامل بسازه به خاطر که بهترین و آرامترین زندگی را انسانهای عاقل دارن خب نشانه های عقل بسیار فراوان است ما انشالله در برنامه هایی که به حد توان فرصت به ما اجازه بده در هر برنامه مقدار از شب این بر نشانه ها رو اشاره میکنیم و باز از خداوند طلب میکنیم که هرچه بنده گوینده ارز میکنم خداوند به شنونده به همه عزیزان عنایت بکنه البته شنونده ها که الحمدلله از این نعمت برخوردارم جسارت نمیکنم به خودم ارز میکنم خداوند توفیق بده که هرچی میگیم در خود ما اینا باشه به خاطر که این علامت ها صرف گفتن اونها دردی رو دوا نمیکنه اینه که ما علتی که این بحث رو انتخاب کردیم اینه که هر شخصی بنده خودم خودم در آینه روایات و آیات قرآن کریم نگاه بکنم این نشانه ها را در خود اگر دیدم خدا را شکر بکنم برد. و اگر در خودم ندیدم از خدا من طلب بکنم چون این که میگن بعد از هر نمازی دعا بکنید روایت داریم که اگر کسی نماز بخواند و بعد از نماز دعا نکنه خدا میگه تو ظاهرا نیازی به خدا نداری در زده و رفت و این نماز ای بسا که او ارزش واقعی نماز نداشته باشه پس بعد هر نماز دعا بکنه همیشه در روایت داره که خداوند از کسی که خیلی از خداوند چیز طلب بکنه و از خداوند خواسته داشته باشه هر کس بیشتر از خداوند طلب حاجت بکنه و بیشتر بخواهد خدا او بیشتر دوست داره بله. از جاهای از کرش خودت کوچک بکنی بزرگتر میشه بله خب ما خوبه که در اون مواقع اجابت و دعا فقط جنبه های مادی را از خداوند طلب نکنیم عقل را از خدا طلب بکنیم جنبه های معنوی رو طلب بکنیم که اگر عقل بود نعمت های دیگه هم در کنار او لذت بخش است خب اولین نشانه که برای عقل در روایت از وجود مقدس موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام که این روایت خیلی روایت طولانی هم هست با این عنوان یا هشام یا هشام حضرت نکات را بیان می‌فرماید بله به یک فردی به نام هشام او درباره عقل سوال میکنه جایگاه عقل و اهمیت عقل و علائم عقل حضرت مفصل ای در کتاب شریف کافی در کتاب‌های مختلف تو حفل اقل جای مختلف از لسان گوهربار وجود مقدس امام موسی بن جعفر نقل شده تکه های از این حدیث تقدیم میکنیم جمله جمله بس میکنیم در یک قسمت فرمودن که در علامت های عقل اینها را دقت بکنیم یک الکفر و شر من مأمونان اولین نشانه یک انسان عاقل ایه که از کفر و از شرارت دوره اجه. ما این یک مقداری دوست دارم که باز بکنم با به شکافم به خاطر ای که تشبیه میکنم کلمات معصومین ره آیات قرآن ره اینار به یک شیشه های عطر خوب. اینا وقتی که درش بسته باشه یک طرف نگاه میکنه شاید او زیبایی های حقیقت ای کلام مغز و به تعبیری بوی عطر ای کلام را خیلی استشمام نکنه ولی وقتی که سر این شیشه باز میشه بین عجب عطری داشت تازه متوجه بله، میشه بله متوجه میشه خب کفر یعنی پوشیدن پوشش روی یک چیزی رو شما بپوشانید اه... مثلا کفاره میگن یک کسی اگر اه... روزه خودش خورده خوب. حالا جبران که میکنه قضاش میگیره گاهی وقتا کفاره هم لازم هست کفاره هم خورده. بله یه که او گنار او تاریکیه که به وجود آمده میپوشانه یا اگر خدای نکرده کسی مثلا قتل انجام بده حالا او دیه کمیده که میده به علاوه او کفاره هم داره به خاطر که یک تاریکی در وجود او پیدا شده او کفاره را بده که تاریکی برطرف بشه خب پس خود کفر یعنی پوشاندن ای کفر در کافر باز چرا میپوشانه؟ آفرین کافر هم که میگن کافر چون روی حقیقت میپوشانه حقیقت که پوشان میشه کافر حالا این حقیقت گاهی حقیقت اعتقادی هست مثلا کسی خدا را باور نداره به این ای می میگن کافر چرا چون حقیقتی که از هر روشنی روشنتر هست حقیقت خدایه به خاطری که وقتی ما به یک ساعت نگاه میکنیم که یک کارخانه بسیار ساده داره اون او که نگاه میکنیم یک سازندهی داره عقل ما گفتیم یک نیروی تشخیص هست خوب را از بد تشخیص میده ای عقل میگه ای ساعت یک سازنده داره به. باور نمیکنه که یک کسی بگه ای سازنده نداره با که یک چند تا اقربه داره دور هم میچرخند یک نظم خاصی داره خب چی رقم این نظم عالم را تفکر نمیکنه و میگه ای سازنده نداره چطور می باورش میشه باورش ای میشه این پس معلوم میشه کافی حقیقت پوشانده چون در وجدان هر کسی اعتقاد و با باور به خداوند وجود داره وجود داره کسی که میگه نیست او در حقیقت یک حقیقت می پوشانه. یا گای پیامبر خب در زمانهای قدیم که پیانبرها از جانب خداوند به عنوان رسول خودشان معرفی میکردن معجزه می آوردن معجزه یعنی کسی که یعنی کاری که مردم عادی از آوردن مثل او ناتوانن کار خارق العاده آفرین آجزن مردم به خاطر میگم معجزه انسان ها میفهمیدند در برابری که میفهمیدن دو گروه میشدن عده عاقل باور میکردن ایمان میشدن مؤمن عده حق را میفهمیدن ولی باور یعنی قبول نمیکردن در وجدان خود تشخیص میدادن داستان های فراوان داریم قبول که کردن به خود به ها با, با هوای نفس خود همساز نمیدیدن اگر بخوایم همه بسر ادامه بدیم بسیار طولانی میشه به عنوان مثال در جریان حضرت موسی و او جادوگرهایی که با افکندن او تنابهای خود یک مارهای به تخیل آوردن که انگار حرکت میکنن خب اینها با علم جادوگری یک کارهایی انجام دادن ولی معجزه فوق اینها هست وقتی حضرت موسا به فرمان خداوند اصای خودش انداخت یک اجده شد که همه اونها را بلعید اونها را بلعید و ساهران ایمان آوردن حقیقت برای اونها آشکار, شد دیدن که با علم جادوگری نمیتونه میرد نمیتونه ها آفرین در اینجا روایت داره که فرعون هم فهمید فرعون هم فهمید حقیقت با حضرت موسی است با ای که فهمید ولی از عقل خود استفاده نکرد عقل تشخیص داد حقیقت با حضرت موسی اگر اینجا قبول ای میکنه عقل داره اونایی که پذیرفته هم عقل داره عقل داره. ولی فرق بین آفرین ما همیشه جناب حسین در هر روز هر ساعت هر دقیقه سر این دروهایی ها قرار داریم یک حقیقت هل. روشن میشه برای ما دو دسته میشن انسان ها یک حقیقت میپذیرند این میشه عاقل حقیقت فهمید و نپذیرفت این میشود جاهل در حقیقت میتونیم بگیم ای فرعونیت در وجود همه ما آدم ها هسته بله ای... خواب خواب نیست خودش رو به خواب زده یک خواب هست میشه بیدار کرد ولی وی که خودش به خواب زده دیگه گاهی وقتا در سر یک سنف یک معلم تدریس میکنه مطلب رو را... مثلا شاید خوب بیان نکرده میشه دیگه گاهی خوب معلم آمد. هم که معصوم دیگه مطلب خوب بیان نکرده یک دانش اشکال میکنه با استاد و اشکالش هم بجا هست خب این معلم اگر عاقل باشد میپذیره هرچند که در اینجا احساس میشه که نفس آدم شکسته میشه دیگه معلم چه رقم شد نفهمید خب اشکال نداره یک انسانی که عاقل هست میفهمه که ای اشتباه, کرده. اشتباه کرده از میکنه میگه قبول من بله قبول هم میکنه ولی اگر که این نف... فهمید حق با دانش او هست و اتفاقا او رو سرکوب کرد. بشین تو نمیفهمی. تو کسرشن میدونه بله. دانش انتقاد بگیره. ای ای این نشانه جهله اونه. او اگر عاقل بود میگفت که اتفاقا تشویق هم میکرد. من یادم هست یک وقت یک کتابی کسی نوشت. گفته بود که اگر کسی اشتباهی بگیره من به او جایزه هم میدونم. یک شخصی اشتباهش رو نوشت به او، جایزه به او داد. این شخص عاقل هست که میفهمه کمشه انتقاد بله، پذیر بودن خیلی انتقاد پذیر باشه و این خیلی صفت نیکویی هست دو نفر گاهی با هم در یک جلسه بس میکنن بس گفتگوی دوستانه میکنن نه. یک مطلب رو بیان میکنن خب یک نفر میفهمه که او مخاطب رفیق او راست میگه و حقیقت با اویه ای در وجدان خودش هم میفهمه که حق با اویه خب اینجی انسان سر یک دراهی کفر و ایمانه عقل و جهله اگر گفت که خب راست میگی من م... 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 فهمم اشتباه بوده حق با شما هست لجاجت نمیکنه که وقت خودش هم کنه بکنه وقت با خاطر هم بکنه هی اصرار کنه بر کلام خود که نه منم که گفتم بالاخره حرف منم درسته میپذیره حرف شما درسته این میشه نشانه عقل داستان های فراوانی داریم که م... از این گذر میکنم پس یکی در بحث اعتقاداته گاهی مثلا در بحث خداشناسیه گاهی در بحث پیامبره گاهی در بحث امامت هست هر وقت که پس حقیقت اعتقادی این اصلی که از این استفاده بکنیم به یک نشانه عقل انسان باید آزاد فکر باشد این که فلانی گفته است مثلا عالم معروفی است یا فیلسوف معروفی است یا هر شخصیتی است روی چشم اما خدا به انسان عقل داده است حرفش گوش میکنه اگر که دید حقیقت هست میپذیرد در گفتگوهای دو نفری اگر حقیقت برای انسان روشن شد میپذیرد و تشکر هم میکند از او شخصی که به ای فهمانده و تقدیر هم میکند و ای به خودش کسرشن نمیدانه بخاطر خاطر اینکه وجدان خودش تقویت کرده عقل خودش تقویت کرده و ای عقلش رشد میکنه اما اگر نپذیرفت عقل اینجا سرکوب میشه و کم میشه که انشالله باز عمری بود اشاره میکنیم راه های ازدیاد عقل راه های نقص عقل اینها بس میشه گایی این کفر در بحث آبرو هست یعنی یک فرد میفهمه که فلان شخص این گپ بر نگفته مردم هی میگن فلانی هم آدمی است پشت سر رو غیبت میکنن ولی یک فردی از زندگی او آگاه هست و میفهمه که او اهل ای کار نیه حرف رو به او بستن بله این اگر دفاع نکنه معلوم میشه که از عقل خودش استفاده نکرده یک از انس... تهمتی که بهش زده شده باید دفاع بکنه باید دفاع بکنه بعد نه باید حق بپوشانه اگر حق پوشان معلوم میشه این اینجا جهالت به خرج داده به عقل خودش ضعیف کرده عقل خودش به زمین زده بعد انسان حقیقت رو بگه آبروی یک شخص در خطره بعد از آبروی او دفاع بکنه حق را نکوشانه. بله آبروی خودش هم باید این بکنه آبروی خودش هم بله انسان بله. میگن مؤمن شخصیت خودش باید حفظ بکنه و اگر جایی هست که شخصیت او زیر سوال میره حق نداره خودش زلیل بکنه بله. او, بحث تواضع باز توضیح میده میگه وقتی انشالله که او جای خودش داره ولی بله که انسان یک کسی بیاد خودش خار بکنه یک مثلا روایت داریم که گاهی ادهی در زمان امام صادق علیه السلام به لباس ها مثلا صوفی به لباس های خاصی که جند پوشی و حالت که مردم تنفر دارن لباس می پوشیدن و اینا می گفتن ما به تعبیر جا افتاده هستیم و اهل معرفتیم امام صادق از اونها به شدت دوری جستن و نیکردن که این به تعبیر روش خدا نیست انسان مامن با عزت لباس خوب می پوشه زیبا هست ولی دل به دنیا نمی بنده وابسته به دنیا نمیشه خب گایی هست که بحث مالی هست یعنی کفر در بحث مالی هست به چی رقم به این که یک انسانی میفهمه که در این زمین حقی نداره ولی خب اگر این چی نگه به اونم شاید یک سهمی بدن فکر میکنم که هم حق داره با یک حق نداره ولی ام، امکان داره بله مثلا یک وقتی برای او دیواندار حسابدار اشتباه شده خب. و اسم این به جای کسی دیگر اجازه ده مثلا این انسان عاقل میگه خب تو میدونی که حقی نداری باید بگی که, که, بله من حقی ندارم یا گاهی میفهمه فلانی حق داره یک پدری از دنیا رفته دو تا برادر اینها ارث بر هستند یک برادر بله خورتر هست یک برادر هست که شاید به سن بلو نرسده متوجه نمیشه این آدمی که حق اونها رو میده به اونها این معلوم میشه که انسان عاقلی هست هرچند که نفس انسان میگه خب اگر هیچی نگه هم به تو میرسه اون هم خبر نداره خبر نداره, نداره. این ببینید پس اگر دقت بکنیم ظرافت به خرش بدیم خیلی کاربردی هست و اونهایی که حق دیگران را میخورن یا حتی جایی میفهمه حق نداره ادعا میکنه به محکمه کشیده میشه یعنی تا این مقدار گای نفس انسان غالب میشه و جهل او فراوان میشه از تعبیری دیگه خیلی آدم پر روی. پر روی هست که بر چیزی که حق نداره اقامه دعوا میکنه اقامه دلیل میکنه یک دلیل جل میکنه یک سند امضا جل میکنه یک نفس. مهر جل میکنه که به تعبیری یک خودش از حق نشان بده این معلوم میشه انسان جاهله به خاطری که دنیا را هدف خود میبینه اگر انسان عاقل چون آخرت نگر هست میفهمه که اگه من ای در قرآن کریم دارم که کسی که مال را بستن بخورد در حقیقت آتش خورده است اگر انسان عاقل پشت پرداره میبیند آخرت را میبیند و میفهمه که اگر مالی به ظلم بخورد آتشه یا خانه که بر اساس ظلم بنا بشود او خراب خواهد شد ماندگار نخواهد بود حکومتی که بر اساس ظلم باشد او ماندگار نخواهد فرض کنیم در یک انتخاباتی یک گروهی میفهمه که حق نداره ولی تقلب نکنه در رای این جهل این حق مردم خوردن این ای یک نوع کفره. پس کفر در اعتقادات در اقتصاد در آبروی اینا همه میشه انسان عاقل از کفر به در تمام شاخه ها. خب دو از شر به دوره شر به دوره یعنی بدی بدی از او به کسی نمی رسد فرض کنیم در مقامی اگر هست در منصبی اگر هست ریاستی داره در یک منطقه کار میکنه با قلم خود نان بره. کسی را نمیکنه قطع قلم به قیمت نان نمیکنه با قلم خود خون کسی به بیجا نمی رزانه. با قلم خود آبروی کسی نمی رزانه. حق کسی رو کم نمیکنه حقی رو ناحق نمیکنه خب امکان داره گاهی کسی که در یک منصب خاصی هست با یک قلم ثروت کلانی را به خود یا به قوم خود منتقل بکنه این عقل اونجا کارساز است یک انسان عاقل میگه حق باید به حق دارش برسه. باید به دار برسه و هرچند که امکان داره چون میفهمین که گاهی وقتا آدم در جایی که قرار میگیره نیاز هم ای بسا که دارد و شیطان سیاره. هم وسوسه بس میکنه اون عقل است که تشخیص بد بده یک وقت وجود مقدس امیر مومنان داستان معروف داریم که جناب عقیل برادرشون آمد که بالاخره قرضی داشت ده. گرفتاری های داشت از حضرت امیر درخواست داشت حضرت در اون موقع چیزی از مال شخصی خود نداشتن او گفت خو از بیت المال بده بیت المال که دست شماست حضرت یک آتشی رو به دست او نزدیک کردم که از داقی او فریاد جناب عقیل بلند شد فرمودم که تو از این آتش دنیا با این اندکی, حرارتی که داره خوف داریم از آتش آخرت خوف نداشته باشم خب ای اگه بیت المال بدم که میشه انگار حق داند. همه داند. مردم تو راضی که بریم با هم دو نفری از یک مغازه دزدی کنیم که بهتره که چون حق یک نفر حد دقل یعنی میخواستم قبه ایر بفهمونم که او امکان جبران کردنش خیلی بله. ای ما از بیت المال که یک ملت بیشتر. حق داره بزنیم و ناحقی کنیم خیلی ضرر او و پیامد منفی او بیشتره بسیار خیلی ممنون استاد اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم پس میان برنامه در خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی مثبت 964 780 255 کیل 13 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست میتونید گوشهای امرایتون را بردارید هر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید همچنان شما دعوت میکنم که آدرس های ما رو در صفحات اجتماعی چون آپارات فیسبوک تلگرام اینستاگرام دنبال کنید و حتما گزینه های لایک کردن و خوش داشتن و پسندیدن را فراموش نکنید تا باشد ان که معنویت در زندگی شما خوبان و عزیزان همیشگی باشد به اتفاق هم میان برنامه رو و پس از میان برنامه ما را فراموش نکنید معبود من مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این طرف رازی بس که تو خدای من باشی تو همان گونه هستی که من دوست دارم پس مرا چنان بساز که خود دوست دارم خدای من اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید با این که خود به آنها سخت نیازمندم من بنده تو هستم و تو پروردگار منیم خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم مثل حیوان خوردن آسودن چه سود گر به خود محکم نیی بودن چه سود خیش را چون از خودی محکم کنی تو اگر خواهی جهان برهم کنی بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما خیلی خوش آمدید سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان همراه برنامه به وقت بیداری هستید ادامه برنامه رو به گونه زنده و مستقیم بیننده هستید و با نشانه های عقل و عاقل در خدمت جناب استاد رمضانی هستیم استاد دوباره سلام عرض میکنه خدمت شما علایم و نشانه های عقل و عاقل رو حساب میکردیم یک مورد اشاره کردیم که دوری از کفر و شر باشه ادامه بله ما یک نکته بسیار ظریف دیگه هم اشاره بکن نسبت به شر گاهی وقتا شر که از انسان صادر میشه به اطرافیان خودشه مثلا یک همسر نسبت به همسر گای آزار و اذیت داره این نشانه فست. جهل انسانه یعنی اگر یک کسی با زبان خود همسر خودش آزار میده یا با حرکات خود همسر خودش آزار میده یا خدای نکرده ضرب و شتم بکنه مزن لذت میکنه این نشانه جهل انسانه فست. یک انسان خیلی مقام داره عظمت انسان بله. حتی آبرو و شخصیت او از کعبه در یک روایت داریم که عظمت و شخصیت و آبرو یک انسان بیشتره خب خداوند این عالم را برای انسان آفریده پس مقام انسان از کل ای عالم برتره وقتی یک آدم چه رقم جرأت میکنه چه رقم جرأت میده به خودش که به او توهین بکنه هست. همسرشه همسرش زن او هست یا بچه خودش فرزند خودش توهین بکنه یا تحقیر بکنه یا لتوکوب بکنه بنابراین ای انسان عاقل همسر و فرزند و اطرافیان رو از او آسیب نمی بینه بله. اگر یک شرش به خودش نمیرسه به خودش نمیرسه به اطرافیان نمیرسه گاهی شر اقتصادی یا کسی که در بازار هست فرض کنید نبز بازار به دست او هست یک رئیس یک سنفی هست یا کالای فراوان در بازار داد ستد میکنه ای اگر انسان عاقلی باشه انصاف را رعایت میکنه من. یک کار نمیکنه که به تعبیری احتکار بکنه یک مال ذخیره کنه بی جهت که در بازار کمیابی بشه بعد با قیمت گرانتر مدتی بد بعد بفروشه این نشانه جهل انسانه ای که آدم به قیمت که مردم اذیت بشن به قیمت که مردم به زحمت بفتن انسان خواسته باشه برای خودش مال کسب بکنه این نشانه جهل انسانه چون گفتن انسان عاقل شر از او دوره بله انسان نه. تلاش میکنه اون روزی که خداوند قسمت او کرده به او میرسه و اتفاقا اون میرسه هر کاری که بکنی که بکنی میرسه اصلا یک روایت دارن که شاید ان باز بخونیم یکی از بزرگان بود وقتی که پای درسش میشستم میگفت که دو چیز را از خدا نخواین زیاد بخواین به اندازه یک روزی و یک مرگ را اینا رو بخواین نخواین خدا حتما میده بله. به اندازه هم میده به وقتش هم میده. بله بله تا انسان اون روزی خودش نخوره از این دنیا نمیره, نمیره. نمیره. خب علامت دوم که در این حدیث شریف وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام به او اشاره شده اینه که فرمود و رشد و, و خیر من هم معمولان یعنی بله. انسان عاقل علامت او ایه که خیر از او امید میره بله. رشد از او امید میره این خیلی سخن زیبایی یعنی اگر باز بله. بکنیم عطر ای وجود ما را بسیار معطر می‌سازه من اشاره‌ای بکنم به اندازه فرصت باز کنیم بله خدا من خیر بده شما یکی در مشورت خواهی یک انسان آدم عاقل کسیه که مردم با او مشورت میکنن چون یک بار که با او مشورت کردن دیدم حرفای خوب میزنه مشوره درست می آه خوب راهنمایی میکنه این دقت بکنیم که گاهی در ازدواج از انسان سوال میکنن مشورت میکنن ما خبر داریم یک نفر یک جوان جوان مناسب نیه خدا نکرده گرفتاری های اخلاقی داره یا به یک مواد گرفتاری اعتیاد داره ما ایر نگیم این نشانه عقل نیه چرا چون این شخص از ما مشورت به عنوان یک شخص فهمیده مشورت خواسته پس یک انسان عاقل مردم به خیر او امید دارن یا نه. گای در گرفتاری ها ببینیم در بین قوم ما در بین فامیل ما ده. وقتی یک کسی گرفتار میشه به کی مراجعه میکنن او شخص عاقله به خاطری که مردم بزر... امید بیشتر به امید سمت, به سمت کی میره امیره. 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 در کار ما کی بیشتر میتونه باز یا فرض کنیم یک کسی گرفتاری مالی پیدا میکنه نیاز به قرض داره که دوست داره یک کسی به پول قرض بده و گرفتاری خودش برطرف کنه ذهن او به سمت کی میره اگر به سمت ما آمد یعنی از ما درخواست کرد معلوم میشه که ما ماره شخص خیری دیده و این نشانه عقله اگر یک کسی بین قوم خود این رقم جایگاهی داشت که گرفتار شد به او مراجعه کردن قرض خواستن به او مراجعه کردن این نباید به تعبیری ملول بشه دلگیر بشه که چرا به همه به ما مراجعه میکنن اتفاقا این نشانه عقله بله. چون امید به خیر تو داره حالا گای خود انسان شر نداشته باشه خب توان ما هم کمه یک زمینه سازی میکنه یک تلفنی میزنه یک پادرمیانی میکنه انشالله که دارای آبروی هست بله یا گاهی وقتا یک کسی مسافرت دوست داره بره یا موقعیت موقعیت خوبی نیه اموال خود پیش کی امانت بگذاره به کی اعتماد بکنه شخص عاقل امین مردم هست چون خیر او را امید داره حتی گاهی وقتا خانواده خودشه یک جایی هست دختر جوانی داره ناموس خودش هست خانه خودش راها کرده می سپاره به یک شخصی گاهی وقتا امکان در در یک جایی هست که به نام او نمی این خانه ره این وسیله ره به نام یک شخصی می نویسه به نام او به عنوان یک شخص امین پس اگر انسان دید در جاهای مختلف مردم به او اعتماد دارن به آبروی او اعتماد دارن به امانداری او اعتماد دارن ای خدا را شکر کنه چون ده. یک نشانه عقل در او هست کسی میخوای بره جایی میگه که تو یک سر به خانه ما بزن آفرین از خانواده ما خلاصه یک یک احوالگیری داشته باش اگر خدای نکرده یک بار انسان جاهلانه برخورد بکنه یعنی یک حق را ناحق بکنه در یک امانتی خیانت بکنه این اعتماد از بین میره ولذا معلوم میشه که عقل خودش از سرکوب کرده گاهی <تصفح> بعضی آدما جوری هستن که قوما به اونا میگن که ما را به خیر تو امید نیست شر نرسان اون معلوم میشه که متاسفانه از قوه عقل خودش نیست. بله اعتماد نیه اینجور در قوم خود سعی کنیم جوری باشیم که اگر گرفتاری خدا نکرده بین قوم خیشان پیش می میایه به ما او رو بندازن به تبری یا نه. ما, ما محل اطمینان و امید خیر مردم به ما باشه این نشانه که آدم یه رو داشته باشه نشانه سوم که باز در این حدیث بله. اجازه پول ارتباطی برمانه نام بله. بعد علامت سیم خیلی ببخشید بیننده های عزیز و گرامه 964 780 255 413 شما را به برنامه به وقت بیداری وصل می کند می توانید گوشه های امراه را بردارید هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید همچنان یادآوری بکنم که برنامه به وقت بیداری هر شب ساعت 8 به افق شهر کابل افغانستان تقدیم حضور گرم شما خوبان خواهد گردید و بازپخش این برنامه را هم فردای, ش... فردای آن روز بعد از نماز ظهر و عصر فراموش نکنید بفرمایید بله <applause> نشان سوم که باز از خداوند طلب میکنیم به ما عنایت بفرماید و اگر هست تقویت بشه اینه که فرمودن موسی بن جعفر علیه السلام فضل و مالهی مبذول یعنی یک انسان عاقل اهل بخشش هست بله. خصیص نیه و ممسک نیه که هیچی از به تعبیر آمیانه آب از دست او نچکه خب از این حدیث خیلی میشه استفاده های عالی معنوی کرد یکی این که خب ببینید حضرت فرمودن فضل و مالهی مبذول پس اولا خود مال از دیدگاه اسلام خوبه بد نیست یعنی هیچ وقت شریعت اهل بیت مال و ثروت مزمت نکردن اتفاقا میگن نشانه های اینه که مال داره یعنی به تعبیر نفهمودن که عاقل کسی که فقیر باشه گفتن مال داره به اتفاقا مال فراوان هم داره به خاطر اینکه داره اضافی های مال خودش رو میکنه خلاص از این داشته نعمت عقل در هر جای استفاده کرده بله خب این عقلش رو به کار برده کاسبی خوب رو انداخته شرکتی رو انداخته ده نفری هم در اطراف او به نان و نوایی میرسن و مال او هم زیاد است این انسان عاقل بس معلوم میشه که پرتلاشه بله به خاطر که یک انسانی که تنبل باشه یک انسانی که خدای نکرده مفتخور باشه یک انسانی که خودش سربار دیگران بسازه ای به جایی نمیرسه که بخواد فضل مال خودش به دیگران بده پس عاقل یک انسان پرتلاشه عاقل یک انسانیه که در درآمد زایی ید طولایی داره مال کسب میکنه و دارایی او فراوان میشه خب پس تلاش بکنیم برای یکی از راه حلال مال به دست بیاریم هیچ اشکال نداره نداره اتفاقا خوبه قیدش هم ایه که فقط به تعبیری انحصار طلب نباشه که حرص داشته باشه به خودش ای جمع بکنه ای دارایی های خودش زیاد بکنه بلکه ضمن ای که تلاش میکنه خیر او به دیگران برسه یعنی یک هم. فقیری دستگیر بکنه دستگیری بکنه یک بیمار نیاز به عمل جراحی داره درمان او رو انجام بده یک جای مدرسه ندارن اطفال مدرسه بسازه یک رای نیاز به تعمیر داره یک راه بسازه مثل یک چراغ در یک جامعه در یک منطقه به این میشه آقی فضل و مالی مبزول اضافی مال از اینکه هی خانه شو مثلا یک،, یک خانه داره دو خانه هم داره باز هی خانه بخره هی زمین بخره هی دارایی خودش خودش رقم بر رقم اضافه بکنه زمینه که اینا هیچ کدوم به تعبیر حتی حلال هم باشه نیست فایده هم بله ولی انحصار به خود عاقل نداره یک رو... روایت خدمت شما رو کنه این مثال مثال خیلی زیبایی هست در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک گوسفند قربانی کردن و گفتن بین فقرا تقسیم بکنید تقسیم کردن یک دست گوسفند باقی ماند پیامبر فرمودن که خب این گوسپند چیکار شد تقسیم کردیم گفتم بله تمام این گوسپند رفت و یک دست او باقی مانده تقسیم شد یک دست او باقی مانده پیامبر نکته بسیار ظریف فرمودن فرمودن که اتفاقا تمام اونی که دادن به فقیرها همو باقی مانده او دستش به تعبیر رفت یعنی چی یعنی هر کاری که آدم برای خداوند در راه خداوند برای خلق خدا انجام میده ای باقی هست عاقل این نگاه میکنه که اگر ما یک مال که بالاخره اول تامین زندگی خودش کرده اضافی مال خودشه که به ثروتش هم لطمه نخوره به کاسی بشم لطمه نخوره دستگیری از فقیر کرده دستگیری از جامعه کرده ایره به عنوان یک ثروت ماندگار پیش خداوند حساب میکنه. Yeah. چون گفتیم هر چی برای خداوند باشه او ماندگار میشه ولی یک انسان جاهل چیکار میکنه هی جمع میکنه جمع میکنه مثل قارون قارون وقتی که جمع کرد آنقدر جمع کرد جمع کرد حتی وقتی که آیه آمد به تعبیر وحی آمد که همو واجبات خودت بده زکات بله. مال خودت بده این حساب کرد که من اگر بخوام حساب بکنم میشه. خیلی, زیاد میشه چون میگن هر که با مش بیش برفش بیش، برفش بیشتر یک کسی که ده متر بام داره خب به ظرف ده دقیقه برف خانه شو میندازه دیگه خلاص میشه yeah. یا کسی که هزار متر بام به خانه او هست یا کسی که داخل خانه او شیش هفت متر به دو دقیقه جارو میشه یا کسی که سن خانه او برابر صد دو متر ای جارو خواسته باشه بکنه چند نفر کارگر لازم داره پس yeah. بنابراین او که اصاب کرد او چی؟ کلی پول بدن به جای اینکه که بپذیره این حقیقته که بالاخره انسان که خدا به انسان مال داده حقی هم فقرا در مال او دارن به جای که ای... خدا رو شکر بکنه که این همه زیاد داره که این همه زیاد آه. میده یه حرس دنیا کار میکنه؟ عقلش اینجا کار نکرد و از قوه عقله بهره من نشد فضل و مالهی ممزول نشد بلکه هم. فضل و مالهی ممسوک شد برای خودش نگه داشته شد این شد هم. که تهمت زد به حضرت موسا و بالاخره با اموال خودش به زمین فرو رفت این داستانی هم در باره اسکندر نقل میکنن که وقتی از دنیا رفت گفت دست من رو از تابوت بیرون نگه دارین که مردم ببینن من جهان فت کردم ولی دست خالی از دنیا میرم این حقیقتیه یعنی اگر بله اگر ما دنیا رو فت بکنیم اگر ما دنیا رو به دارایی خود اضافه بکنیم اون مقداری که نیاز بدن ما است از بیشتر نمیتونیم بخوریم و وقتی هم که از دنیا بریم به اندازه همون کفنی که میبریم بیشتر نمیتونیم بس عاقل اویه که ضمن استفاده از اموال فضل مال خودشه به دیگران خیر میکنه بزن میکنه به اتفاقا همونا برای او باقی میمانه سیار علامت و نشانه چارم برای انسان عاقل که باز در همین حدیث شریف وجود مقدس مصبن جفر آمده اینه که فرمودن فضل قولهی مکفوف یعنی یک انسان عاقل زبان خودش کنترل میکنه اجه. خیلی این سخن زیبا هست ببینید اه. یک معیار بسیار خوب هست بیننده های محترم ببینیم آیا وقتی سخن میگیم زبان به اختیار ما هست یا به اختیار ما نیه به هر میزانی که زبان به اختیار ما باشه ما عاقلیم نشان عقل در ما هست اگر زبان به اختیار ما نبود کنترل نداشت او کلامی که نباید گفتیم از زبان ما صادر شد معلوم میشه که ما قوه عقل خود استفاده نکردیم در روایت داریم که فرمودن لسان العاقل وراء عقله یا وراء قلبه زبان انسان عاقل پشت قلبشه یعنی اول فکر میکنه بعد بد ف... حرف میزنه ای گپ که من میگم ای کلامی که من میگم آیا آبروی کسی نمیرزانه این روایت داره که <coughs> بسا هست که یک کلام قتل ایجاد میکنه اه. شده یک کلام گفته دو خانواده به هم درگیر شدن انسانی وسط کشته شده جدال شده جنگ شده دو قبیله به هم درگیر شدن نسل ها گای همینجور دامن دار کینه, کینه شدن. ای شدن بی که میگن زبان سرخ سر سبز را میدهد برباد همینه گای یک انسان کلامی سخنی میگه یا جان خودش به خطر بندازه یا جان رفیقش خدا به خطر مندازه یا جان یک انسان بیگناهش بخ... بیگناه را به خطر مندازه این نشانه عقل این نشانه جهل ای برادر خرد تمام شاد و شیرین گو با مردم کلام آفرین حالا شما جزاکم الله خیر شعر گفته من یک شعری در اه. بحث کلام شاعر شیرین سخن بیان فرموده که میگه کم گوی و گزیده گوی چون دور مثل یک مروارید تا زندگی تو جهان شود پر یعنی یک کلام یک کلام کوتاه گفتی ولی جهان این کلام هی گفتگو میشه نقل میشه میگن فلانی این کلام از فلانیه دیدیم گاهی سخنهای مثلا از اندیشمندان در کتاب ها نوشته میشه تابلو میشه در سردر خانه ها زده میشه در جاده ها زده میشه این همو کلام زیبا مره. کم گوی گزیده گوی چون دور تا تو جهان شود پر با این که سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن سوال است آفرین یا فرمودن لاف از سخن چدور توان زد آن خشت بود که پر توان زد جمع. یک کسی که حرفای خوب داره او میتونه یک احساس بکنه که حرف خوب زده اما این کسی که یک ردیف سخن میگه و به دنبال این نیه که این سخنانش بدون تفکر آفرین پشتوانه ی علمی داره آبروی کسی نمیریزه کسی ناراحت نمیشه این معلوم میشه که قوه عاقله خودش به کار نبرده انسان عاقل انتخاب شده سخن میگه این دقت کنیم گاهی به ما سفارش کردن که تمام او برنامه هایی که یک انسان داره نباید بگه به دیگران یک روایت داریم که وجود مقدس حضرت امیر فرمودن که ما قومی هستیم خاندانی هستیم که تا کاری رو انجام ندیم بیان نمی کنیم. یعنی اول خود رو عمل میکنن بعد که به سمر رسید بعد خب مردم میفهم بیان میکنن ولی یک فرد امکان داره که هنوز کاری نکرده همه جا آوازه مندازه خب ای بس هست که اگر کسی حسود باشه چوب لای چرخ انسان بگذاره و مانع پیشرفت انسان بشه این هم که خب باز در روایات داریم گاهی وقتا یک کسی هی موافقیات، ها، موفقیت های خودش هر جا بیان بکنه برکس بیان بکنه امکان داره که نظر بکنن نه. چشم دخم بزن چون یه هم هست که داره به خود لافه بله بنابراین انسان سنجیده سخن میگه انسان عاقل حرفی که میزنه اول فکر میکنه چرا به خاطری که روایت داریم اگه انسان عاقل میفهمه که تمام گفتار ما جزء اعمال ما هست تمام گفتار ما در نامه عمل ما نوشته میشه یک روز بعد پاسخ بدیم بسیار. اگر انشالله این علامت در ما بود خدا رو شکر بکنیم اگر نبود بسیار بد دقت بکنیم که زبان خود به جا و حساب شده باز بکنیم بسیار. همچنان استاد وقت دارم چه تا که وقتم با ما اعلام بکنه شما را هم دارین در علامت بعدی که اینم خیلی زیبا هست اینه که وجود مقدس موسی بن جعفر فرمودن و نصیبه من الدنیا القوت یک انسان عاقل اهل قناعت اهل قناعت اگر پس معلوم شد که یک فردی حرص داره بانه. خانه داره زندگی داره ولی باز هی حرص داره یعنی از نماز خودش میزنه که بلکه هم یک مقداری بیشتر, بیشتر. از کنار خانواده بودن و لذت حلال خودش میزنه به زندگی خودش نمیرسه نه به خاطر ای که به تعبیری چون گاهی وقتا موقعیت شغلی یک کسی جوری است که خدمت رسانی به خلق خدا میکنه خب او عذری داره و قصد و خیره یک کسی نه ای به خاطر ازدیاد ای به خاطر ای که رنگ فرش او این رنگ رنگ دیگری بکنه مبلمان خانه او این ای مبلمان یک مدل دیگری خب اگر انسان به دنبال مد افتاد به دنبال ای هواهای نفسانی افتاد هیچ وقت سیر نمیشه یک دعای داریم که میگن بعد از نماز عصر از جمله تعقیبات ایر بخوانیم در جمله او است که اعوذ بک من نفس لا تشبع خدای بهم. به تو پناه میبرم از نفس, از نفس, نفس که تشبه. هیچ وقت سیر نمیشه اگر خدای نکرده انسان در جنبه شهوت گرفتار بشه به این زن نگاه کنه به او زن نگاه بکنه به نامحرم نگاه بکنه و این قناعت به حلال خودش نکنه این چشم هیچ وقت سیر نمیشه مثل آب دریا میمونه و هی تشنتر میشه یا ارتباط داشته باشه به طور حرام آب دریای ای... کشور هست بله ای... یا در جمع ثروت و یک وقتی که قناعت نکرد وقتی قناعت نکرد به حلال خب نفس میگه دروغ بگو یه چیز بیشتر داره بله یک مالر که حق اون نیست به تعبیری با یک امضا با یک امضای جلی خب راههای شیطان هم که نشان میده به انسان امکان یه فلانه ها از دروغ گفتن پول در میاره بله پس بنابراین این حدیث جور فرمودم که فمن عقل قنع به ما یک فی یک کسی که عاقل هست به مقداری که کفایت میکنه قانع هست حلال قانع هست اینم دقت بکنیم که بحث قناعت در استفاده و مصرفه در تلاش نگفتم قناعت کن یک کسی بگه خب من میرم پنج ساعت کار میکنم کل زندگی من تامینه پس من قناعت دارم نمیگن در کسب شما اگر میتونی دو برابر کسب بکنی با که زندگیت هم به هم نمیریزه او کارو بکن چون اگر اضافه آوردی به دیگران بده در علامت قبلی خوانده یکی بگنه من مه کار میکنم که هم روزی روز بشه بعد خلاص دیگه چهار ساعت کار میکنه چهار ساعت کار میکنه بعد دکان و مغازه میبنده میره خانه میگه خب بس دیگه گفتن قناعت کنی نه قناعت شما تلاش خود بکن اگه میتونی ده نفر دیگر هم از کنار کار خود سیر, بکنید بکنی دست اون دارم بگیری ای تلاش بکن ولی در مصرف در استفاده از امکانات به اندازه که نیازت برطرف بشه قناعت کن مازاد او را اگر میتونی به فقیرا بده فضل مال خودت هم کن فرمود من عقل قنع به ما یکفی و من قنع به ما یکفی استغنا کسی که اگر قانع شد خداوند در وجود او بینیازی رو قرار میده این خیلی مهم های حسینی عزیز ببینید گاهی وقتا امکان داره یک فردی چندیر کارخانه داشته باشه بسیار سربت ولی احساس فقر کنه ترس از ده. فقر داره یک کسی نیت تلاش خودش هم میکنه رزقش هم معمولیه ولی در وجود خود احساس میکنه که بینیازه هیچ سروتی بالاتر از بینیازی بی نیست. نیست. من از بینیازی به سروت رسیدم. بلفم و من لم یقنع به ما یکفی اگر کسی به آن چه کفایت میکنه قانع نبود یعنی در مصرف ای به دنبال هوا و هوس بود و قناعت به حلال خودش نکرد لم یادره که لقناه. ای هیچ وقت به قناع نمیرسه همیشه چشم او فقیره دست او فقیره و جان او چون احساس فقر از درون میجوشه ایش وقت قناع را درک نمیکنه بس عقل میگه شما تلاش خودت بکن و استفاده خودت بکن ولی به حلال خودت قانع باش این عقل میگه به من می اندازه با تلاش بس. حلال به دست میاری خوبه خیلی ممنون استاد سلامت باشین بزرگواری زحمت کشیدید و وقت گذاشتید دعای داشته باشید در حق ما بینم من دعایی که اول ای بس انجام دادم اون رو با یک دعای دیگه زمین می میمونم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم عجل ولی الفرج فرج خدایا فرج امام زمان معجل بفرما خدایا آنچه گفتیم از نشانه های عقل در همه ما محقق بفرما اله. و عقل ما را کامل بساز اله اللهم صل علی محمد و آل محمد, محمد, همه عمر بر ندارم سر از این خمار و مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دیگران روند آیند و تو همچنان که هستی بیننده های عزیز و گرامی سپاس از تا این با ما همراه بودید این بود برنامه امشب به وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه ای بعد همه تان را به الله پاک بیام تا می سپارم. ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهدار